آره زهره جان، دست درد نکنه. خواهش میکنم، اختیاره. مرسی. دوستان عزیز فیسبوک، ناناز پیرنیا هستم و امروز در مورد تمام آخرین تحقیقات روی مغز بچه ها، نوجوانان و بزرگسالان در رابطه با استفاده از الکترونیکس و سوشل میدیا و خطراتش و کلی خبرهای جالب برای شما هستم. مداد کاغذ بردارین و با من باشین، برنامه رو شروع میکنیم. زندگی بهتر با دکتر ناناز پیرنیا. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستان عزیزی که از روی فیسبوک و بعد یوتیوب با ما هستین، سلام عرض میکنم. دکتر ناناز پیرنیا هستم و با کمک و همکاری کارگردان اتاق فنی زهره نگهبان که دوست عزیز منه و مدت هاست ندیدمش، اون در اتاق فنی و من در مرکز خودمون، به شما سلام میکنم و خوشحالم که هر سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس مهماندار شما هستم. خوشحالم که برنامه مورد استقبالتون قرار گرفته و به حرفای من گوش میکنین و به عزیزانتون هم راجع به این برنامه صحبت میکنین. من بعد از بیش از دیگه میشه 37 سال حدوداً کار رواندرمانی و مشاوره زناشویی و کار با کودکان و نوجوانان و انواع کارهای on the side مثل هیپنوتراپی، کلینیکال هیپنوتراپی و کمک‌های دیگه‌ای که قبلاً بلد بودیم از 15 سال پیش، تخصص در واقع سوم خودم رو در رشته رواندرمانی و مغزدرمانی با هم در رشته نیوروساینس و نیورو اینتگریشن تراپی گرفتم و امروز متوجه شدیم که مغز به خاطر نور نورانی میشه و ما میتونیم کاملا فعالیت 19 قسمت مغز رو از طریق نقشه برداری نه تنها اندازه بگیریم، بلکه تشخیص دقیق بدیم که افراد انواع مشکلات و علائمی که از نظر روانی، روحی و یا یادگیری و حافظه و مشکلات تمرکز و غیره رو که دارن، میتونیم بفهمیم که به چه علتی در مغز و در کجای مغز وجود داره. من همیشه به شما میگم که شما اگر که دندونتون درد بگیره، برای اینکه بفهمین که چرا این دندون درد میگیره به دکتر میرین و اینها از طریق اکسری که میکنن میتونن بفهمن که چه خبره در دندانها و کدوم قسمت مشکل سازه. دقیقا ما امروز میتونیم این کار رو از مغز بکنیم، یعنی یه فیلم رنگی 12 دقیقه با چشم بسته و چشم باز خیلی آسان، بدون اشعه، بدون هیچ نوع واقعا اینویسیف پرابلمی، خیلی راحت از بچه 5 ساله تا فرد 130 ساله مغز میتونه نقشه برداری بشه و دقیقا بفهمیم که چرا و کدام قسمت مغز از لحاظ فعالیت الکتریکی و امواج مغزی و همینطور از طریق یک تست ادرار به چه علت این تغییرات بیوشیمی و کمبودهای هورمون‌ها و مواد امینو اسید و پروتئینی در مغز این مشکلات رو به بار آورده. خبری که به شما میدم مهمش اینه که اولا ما برخلاف علم قدیم میدونیم که مغز نوروپلاستیسیتی داره، یعنی سلول‌های مغز با توجهی که بهشون میدیم در محیط و با تغذیه خوب، با زندگی خوب، با پدر و مادر مهربان، با ادویکیشن و فعالیت‌های سالم رشد عالی رو میکنه و در
واقع مغز همیشه سلولهاش در حال تغییر و رشد هستند و این علمیه که قبلا فکر میکردیم که سلولهای مغز بعد از اینکه 18 سالمون میشه دیگه تغییر نمیکنن و رشد نمیکنن و در واقع ما فکر میکردیم که ویکتیم سلولای مغزمونیم و در نتیجه تنها راهی که این 120 سال ما داشتیم در کنار روان درمانی دارو درمانی بود که این علائم بتونه ماسک بشه برای مدتی و شما یه چند ساعتی رو از اون درد یا از اون سیمتوم و علائم به دور باشین. امروز میدونیم که اپیژنتیک و عوامل محیط و کارهایی که ما در مغز درمانی با کمال آرامش و خوشحالی برای شما انجام میدیم مغز رو دوباره سازی میکنه، نور درمانی ما مغز رو لایت اپ میکنه، تغذیه درست رابطه نورو ترانسمیتر ها رو بالانس میکنه و خوشبختانه دیگه این لیبل هایی که از وقتی به دنیا میایم از لحاظ ADD, ADHD و انگزایتی، دیپریشن، بایپولار، آتیزم، اسپرگر، همه این لیبل ها جای خودشو داده به اینی که اینا علائم بسیار مفیدی هستن که به ما کمک میکنن که ما دوباره سازی بکنیم سلول ها رو بهش برسیم و شما در کنار یک زندگی خوب و طولانی یک مغز خوب داشته باشین. و همین کارو ما از طریق کمکی که دکتر کیت دلهانتی با ما میکنن برای بدن انجام میدیم، تست متابولایت رو انجام میدیم، نورو رد لایت رو داریم، از وزن اضافه شما رو خلاص میکنیم با حساب و کتاب و با آرامش و بدون عمل، بدون نیاز به اینکه سلول ها رو فریز کنین و دایت درست رو بر اساس نحوه سوخت و سوز بدن شما به شما معرفی میکنیم. خلاصه از مغز و بدن شما تکر میکنیم و خوشحالم به شما بگم که با دکتر کیت ما به جز دفتری که اینجا در بیولی هیلز داریم مرکزی رو هم در گلندل و در ایرواین باز کردیم تا عزیزان رو بیشتر از پیش بتونیم ببینیم. امروز من در مورد مسئله بسیار مهم، حائز اهمیت و نگران کننده‌ای برای شما صحبت می‌کنم و اون نقشیه که سوشل میدیا و الکترونیکس، وسائل سلفون و الکترونیکسمون، تبلت هامون روی سلامت روان و جسم ما و بچه هامون دارن و یه مقداری هوای کار رو باید داشته باشیم از لحاظ این فضای مجازی غیر واقعی که فکر میکنم الانم به خاطر کووید، به خاطر خونه نشستن ها و به خاطر اینکه بچه ها بیش از پیش روی این تبلت ها هستن گرفتارمون کرده. ما امروز میدونیم که این نه تنها الکترونیکس بلکه هر کاری رو که ما به صورت طولانی و به صورت زیاد و تکراری انجام بدیم بعد از 3 تا 6 هفته هبیت و عادت مغز ما میشه و متاسفانه اگر از 19 قسمت مغز قشنگ استفاده نکنیم در دوران کودکی و نوجوانی که واقعا تمام سلول ها قرار ساختمانسازی و فعالیت پیدا بکنن ما مشکل و اختلال به وجود میاریم. من میدونم که سوشل میدیا، فضای مجازی، وسایل الکترونیک ما، فیسبوک ها، توییت ها، سنپچت ها، تمام وضعیتی که ما پیدا کردیم که از این تلفن ها و از این سوشل میدیا استفاده بکنیم حقیقتا در واقع یه معجزه و حالت ماجیک داره. به نظر من بی نهایت جالبه و بی نهایت اطلاعات مهمی رو به ما میده، سریع به ما اطلاعات میده و در یادگیری ما و در این که
در تمام دنیا به هم زنجیروار اطلاعات مهم رو برسونیم و یاد بگیریم و بازی بکنیم و فان داشته باشیم، دوستامون رو ببینیم، زوم بکنیم. تمام اینها قسمت خوب استفاده از تکنولوژی و اینترنت و تلفن هامونه. منتها من به خاطر کاری که انجام میدم میدونم و امروز ما تمام دکتران مغزشناس نگران وضع رشد سلول های مغز بچه ها و نوجوان ها و جوان ها هستیم و همینطور خطر این رو برای بزرگسالان میبینیم، به خاطر اینی که یک مغز در حال رشد و بعد مغز ما بزرگسالان که احتیاج به انشعابات مختلف، فعالیت و اکتیویتی های مختلف، یادگیری های متفاوت داره، با نشستن جلوی یک سکرین و یک انگشت رو استفاده کردن به صورت طولانی و به صورت زیاد متاسفانه سلول های مغز رو تحت تأثیر قرار میده و به خصوص تا 20-22 سالگی بچه های ما و نوجوانای ما احتیاج دارن که یک محدوده و لیمیتی رو روی این سوشل میدیا و این استفاده از تکنولوژی داشته باشن تا با تنوع در کار و انواع و اقسام اکتیویتی ها از یادگیری تا ورزش کردن تا یک آلت موسیقی رو زدن تا با خانواده سوشلایز کردن تا مهمانی رفتن و برنامه ریزی های متفاوت بتونن سلول های مغز رو اونقدر تشویق بکنن که هورمون های هپی و ریورد سیستم خوب خودمون و پلیجر سنتر ما، دوپامین، سروتونین و بقیه هورمون های هپی رو ایجاد بکنه و در عین حال به خاطر فعالیت های متنوع و نوه سلول های مغز در 19 قسمت مچور بشه، پخته بشه، اکسایتد بشه، رشد بکنه تا به جلوی پیشانی در 22 سالگی برسه. امروز ما به بچه ها و تینیجر ها و بزرگسالانی نگاه میکنیم که متاسفانه آمار نشون میده که بچه های ما تا حدود 40 ساعت در هفته روی وسایل الکترونیکسشون و سکریناشون هستن و امروز آماری که از افسردگی، استراب، ADD و ADHD و عدم تمرکز حواس، مشکلات خواب، مشکلات ایتینگ دیسوردر، مشکلات وسواس و OCD و همینطور من میتونم مشکلات دیگر رو بهش اضافه بکنیم در تینیجر هامون، در بچه هامون بسیار زیاد شده و به خاطر ساعتهای طولانی بدون قانون، بدون سرپرست و بدون کنترل از طرف والدین، این دستگاه ها و این سکرین ها مثل یک واقعا مگنت، مثل یک مغناطیس خودشون کشیدن و بچه ها و نوجوان ها و تینیجر ها تمام خوشحالیشون، تمام اعتماد به نفسشون، تمام حالتهای روحیشون بستگی به این پیدا کرده که این سکرین و این برنامه ها اینها رو انترتین کنن و بهشون بگن که لایکشون میکنن و وای به اون روزی که این تکنولوژی و این آدم های فضای مجازی غیر واقعی بچه های ما و تینیجر های ما رو لایک نکنن، بولی کنن، مسخره بکنن، بهشون بگن چاقن، بهشون بگن زشتن و متاسفانه این یک مدار بسته خطرناکیه که باید حواسمون رو جمعش بکنیم. خیلی جالبه که برنامه ای امروز روی نتفلیکس وجود داره
به نام The Social Media Dilemma. ازتون خواهش میکنم همه خانواده با بچه هاتون، تینیجراتون و بزرگسالان این برنامه رو نگاه بکنین. افرادی که در گوگل، در ایبی، در فیسبوک، تمام کسانی که کارمندان اینها و مخترعین انواع و اقسام این تکنولوژی بودن آمدن و روی این فضای مجازی واقعا مشکل پیدا کردن، آمدن شکایت کردن، اینو آوردن به کورت و حرفشون اینه که مقدار زیاد، ساعت‌های استفاده زیاد از این سوشال میدیا روی مغز بچه‌ها و نوجوانان اثر میگذاره و باورتون بشه که خود این افراد به بچه‌هاشون تا 15 سالگی اجازه استفاده از سوشال میدیا رو نمیدن و اگر هم بازی بکنن روی ایروپلین مود میذارن که از لحاظ الکترومگنتیک فیلد و ریدییشن در خطر نباشن. امروز ما که با مغز کار میکنیم عقیده داریم که استفاده زیاد و طولانی و غیر طبیعی از این الکترونیکس و اینترنت مثل یک ماده مخدر و دراگ برای مغز کار میکنه و موقعی که افراد منتظر میشن که خوشحالیشون رو، وقت خالیشون رو، تنهاییشون رو، دوستیشون رو فقط از روی این تبلت ها بگیرن، برین شروع میکنه و کمتر و کمتر دوپامین، سروتونین و مواد دیگه هپی دراگی نرمال مغز خودمون رو و منتظر میشه که از طریق سوشل میدیا و ربات بودن این خوشحالی رو یک شخص دیگه و یک تبلت به اون بده. رفته رفته به خاطر اینی که بچه ها فقط یا بزرگسالان جلوی این فضا میشینن، انجام کار، مشغولیات جالب، یادگیری های اکادمیک و تفکر عمیق و برداشت و یادگیری ها و توانایی های حسی ما رفته رفته تحلیل پیدا میکنه و سلولای مغز دیستروی میشن، اختلال پیدا میکنن، جلوی پیشانی فرانتال کورتکس تمام رابطه‌ش و توانایی رشدش رو از دست میده و در نتیجه افراد وقتی که احساساتی میشن به مغز اول ما، مغز حیوانی یعنی فایت، فلایت، فیر و فریز میرسن، یعنی بچه های ما ربات هایی میشن که بهشون پروگرامشون میکنه این تبلت ها و این فضای مجازی که فقط و فقط شرطی بشن و از این طریق خیره شدن و گاهی هم یه انگشت رو تکون دادن خوشحالیشون رو بگیرن، در حالی که یک عده خیلی زیادی با این ربات بودن ما و با این انسان نبودن ما پولدار میشن. اینترنت و تمام انشعاباتش از اسنپ‌چت، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و غیره متاسفانه با شروع کووید خیلی هم بیشتر داره به سرعت روی مغز همه ما انسان‌ها اثر میگذاره و من خانواده‌ها رو میبینم که کاملاً به این رفتار و به این فضای مجازی اعتیاد پیدا کردن. پدر و مادرها میان اینجا و من دارم جواب مثلا نقش برداری مغز بچه ها رو میبینم، براشون توضیح میدم و میبینم که مادر یا پدر همینطور به صورت اعتیادی روی تبلت هاشون هستن. بچه ها میان و وقتی که ما باید تبلت ها رو کنار بگذاریم که با هم کار بکنیم، دستشون مثل یک آدم معتاد چارچنگولی میمونه و از اینکه این سلفون رو باید برای مدتی به من بدن به یک حالت استراب، ترس، نگرانی و ناراحتی میرسن. جامعه ما، مغز ما داره مریض میشه و یک شکاف بزرگی بین دنیای واقعی و دنیای ذهنی ما به وجود میاره.
هرچقدر که سنمون پایین تره اشکال و مشکلی که این مسئله از لحاظ فکری، احساسی، حواس پنجگانه ما رو مختل میکنه بیشتر خواهد بود. در این حال تحقیقات خیلی زیادی امروز ما کردیم در مورد تنهایی و آیسولیشن. از یه طرف افراد تنهان، از طرف دیگر انقدر روی تبلت‌هاشون هستن برای اینکه خوشحال بشن که دیگه وقتی برای معاشرت و اجتماعی بودن و با هم بودن هم نمیمونه و امروز ما میدونیم که تنهایی رفته رفته باعث افسردگی در مغز انسان میشه. بریم با هم آگهی ها رو گوش کنیم، برگردیم، با شما هستم. آیا از چاقی رنج میبرید؟ دوستان عزیز فیسبوکی من، میمی زرگری عزیز، جان میلانی، فرزاد عزیز، سریا پاستور، رکسانا دخترم، لورتا رعنان، خوش آمدین. سوسن کهنخاکی عزیزم، دلم برای همه تنگ شده و خیلی خوشحالم مندی و تناز از لندن با ما همیشه هستن، سیما سعیدی با ماست، مندی دهش با ماست. من از همه شما تشکر میکنم که هم گوش میکنین، هم با دوستانتون شیر میکنین. مسئله‌ای که امروز دارم مطرح میکنم در واقع ممکنه که دلشوره دارم برای مغز بچه‌ها و بزرگسالا، ولی در این حال امروز من بیشتر میخوام پیشنهادایی رو بکنم که شاید برای همه ما در این دوره عجیب و غریب الکترونیکس مهمه، برای اینکه ما هیچ وقت نیست که آنلاین رو دیگه استفاده نکنیم و ازش سود نبریم و کیفشو نکنیم و فقط این میمونه که ما آنلاین و آفلاین رو با هم یک توازنی بدیم، این کنترل رو به بچه‌هامون و تینیجرهامون یاد بدیم، برای اینکه اعتیاد به اینترنت درست و درست مثل اعتیاد به مواد مخدره، هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. خوش آمد دارم به پریسا بلیک عزیز. من یکی از چیزایم که برای شما نوشتم، چون ممکنه وقت نشه من توی رادیو بگم و همیشه به دوستان فیسبوکی برای تشکر از اینکه با ما هستین چند تا تیپ جالب میدم. اگه میخواین یه کاغذ و مداد بردارین، اینا خیلی مهمه که در رابطه با بچه‌ها و بزرگسالا اینا رو بدونین. و به ایلانا امینپور هم خوش آمد میگم. یکی این که اگر که شما بچه‌ها رو و تا 18 سالگی اگر تبلتی بهشون میدین، اینترنت اکسس بهشون میدین و تلفن دستی میدین که حتما میدین، تمام فعالیت‌های اونا رو شما میتونین آنلاین تریس بکنین و یکی از اون آنلاین اپایی که من دوست دارم پرو 6.0ه، سپکتر پرو 6.0، که این به شما کمک میکنه در همه حال بدونین که بچه ها چه اکتیویتی روی لاین دارن. از طرف دیگه اگه بخواین تمام تکست ها، سلفون ها، کال ها و لوکیشن بچه ها رو تریس بکنین که حق شماست و اجازه شماست اگر میخوان تکنولوژی داشته باشن، teensafe.com به شما این فرصت رو میده که این کار رو انجام بدین. اطلاعاتی که برای والدین از لحاظ ویدیو گیم هایی که بچه ها بازی میکنن، اگر ریتینگ درستش رو میخواین به ESRB اگر برین، یک انترتینمنت سافتویره و دقیقا به شما میگه که هر ویدیو گیمی رو چجوریه و چطور میتونن بازی بکنن. اطلاعات مهم و مفیدی رو میتونین برای خودتون و بچه هاتون پیدا بکنین در دو تا سایت، یکی timetotalk.org و یکی drugfree.org. اینا خیلی اطلاعات میدن از اوضاع دوروبر شما
به عنوان والدین. سایتی هست به نام Binaural Beats Danger. Binaural Beats یک دیجیتال ویو عجیب و غریبه که متاسفانه این ویو خطرناکیه که بچه ها رو هم هیرینگشون رو، شنواییشون رو و تارهای صوتی رو اذیت میکنه و هم اینها رو به حالت در واقع های میشن و یه حالت پرانویدی به مغز میده. بچه ها این Binaural Beats رو میذارن که های بشن و این در واقع یک هد تراماه و خطر زیادی رو هم برای شنوایی و هم برای مغز و بالانس مغز و سلامت مغز داره. ویدیوهای گیم خطرناک و بیمنی که بچه ها میخرن و نمیخوام داشته باشین، چند تاشو بهتون میگم. یکی همون گرند تفت آتوه که بچه ها یاد میگیرن چجوری ماشین بدزدن و بکشن. بقیهش کامبت، دوم، هیتمن. در هیتمن، در گیم هیتمن 47 نوع انواع کیلینگ و کشتار رو به بچه ها یاد میدن و بعد سکارفیس که یاد میدن چجوری دراگ بخریم، گان بخریم و چجوری بکشیم. kit.htm نشون میده که بچه ها چجوری توی این گیما با اره آدم ها رو میبرن و برای خونریزی که میکنن و قتلی که میکنن پوینت بگیرن. باور کنید من به شما میگم حالم بد میشه. گیم هایی که بازی های خطرناکیه که در واقع بچه ها روی آنلاین یاد میگیرن. یکیش چوکینگ گیمه که خودشون و گردنش رو فشار میدن تا بیهوش بشن و یه های بگیرن و ما عزیزان زیادی رو از این طریق از دست دادیم. یکی اگر روی لاین نگاه بکنین، یکی سالت اند آیس چالنج که خطرناک، سکستینگ، درینکینگ هند سانیتایزر و بعد این هیلنت هاست از چسب و گلو و لاک ناخون و رابیتوسین و اینها، و یکی هم فایر چالنج که هم دیگر رو چالنج میکنن که آتش سوزی را بندازن. از طرف دیگه آنلاین پروداکت ها رو باید مواظب باشین که بچه ها کجا میرن و چی میخرن و چرا میخرن، برای اینکه اون هم خطر زیادی رو داشته. بچه ها چیزهایی سفارش دادن که خطرناک بوده و حتی اونا رو به کشتن داده به عنوان اینی که ویتامین و پروتئین انرژی میخرن، مریض شدن، کوماتایز شدن، گرفتار شدن و بعد دراگ های بی خودی و پر از مدیکیشن هایی که از آنلاین میگیرن تمامش به مغز صدمه میزنه. من به خاطر کارم خطرهای آنلاین رو به شما میگم، در حالی که اگر سوپروایزد باشه مسلما بسیار هم کارهای عالی، گیم های عالی، یادگیری عالی، یوتیوب برنامه های عالی هم وجود داره. منتها سرپرستی اگر نباشه به گرفتاری میخوریم. ما حتی بزرگامونم سرپرستی لازم دارن، برای اینکه من خیلی افراد، خیلی آقایون و خانوما رو میبینم که روی آره زهره جان آماده هستم. مرسی عزیزم. ایلانا امینپور عزیز خوش آمدین به برنامه و من این روز روی لاین ادامه میدم به مسائل اینترنت و کارهایی که قراره انجام بدین. و پریسا بلک میگه که چقدر بچه هامون دارن هار میشن، نه تنها اینترنت بلکه از خیلی از لحاظ ها، که این درسته و من سعی میکنم هر بار راجع به یک مسئله صحبت کنم. شما رول بسیار مهمی رو پدر و مادرها امروز بازی میکنن. ما یک دهم این نگرانی ها و این صدمه ها رو نداشتیم وقتی بچه هامون رو بزرگ کردیم.
ولی ما وقتی مواظب باشیم همه چیز خیلی خوب جلو میره. فقط باید سرپرستی کنیم. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم و امروز درد دل زیادم رو در رابطه با مشکلاتی که اینترنت، سوشل میدیا، فضای مجازی و این تبلت ها و این زل زدن به این سکرین ها برای ما به وجود آورده و اتفاقی که روی مغز داره. البته این به این معنی نیستش که بچه های ما روی اینترنت نباشن و از تمام این وسایل استفاده نکنن، فقط وقتی که بی اندازه شدید و ناجور مسائل رو روی سوشل میدیا میبینن، وقتی که به صورت طولانی از خواب و خوراکشون رو میگیرن، وقتی که متاسفانه هیچ نوع محدوده سنی برای نگاه کردن این چیزها، وقایع و داستانها و بازیهای سانسور نشده رو بچه ها میتونن از هر سنی ببینن، مسلماً از لحاظ مغزی و روانی هر دو صدمه میخورن و رفتارشون ناجور میشه و بچه هامون و بزرگ ها ات ریسک قرار میگیرن. یادتون باشه که بچه های ما آنلاین گرفتار بیش از 50,000 پردیتر و من میگم شکارچیان روی آنلاین همه بزنن به این بچه ها، به راه بد بکشوننشون و یه دفعه به عنوان اینکه دوستشون بشن بچه ها رو از راه بدر بکنن. امروز از هر 10 تینیجری که روی آنلاین هستن، آمار نشون میده که 6 نفرشون از طریق این پردیتورها میخوان که اذیت بشن. و از یه طرف دیگه من فکر میکنم که این اطلاعات غیر علمی و الکی و فیک نیوزی که از طریق 2 نفر 10 نفر شایع سازی میشه و بعد به همه ماها میرسه و ما هم بدون اینکه چک بکنیم، گوگلش کنیم و اسنادی داشته باشیم، دست به دست این رو میچرخونیم و بچه هامون هم این اطلاعات عجیب و غریب رو میگیرن، امروز میبینیم که یک دیویژن زیادی بین آدم ها حتی به وجود آورده و افراد با هم با حالت مریضی هستن، راه های بد میرن، بچه ها و بزرگا مواد مخدر استفاده میکنن، به کالت های عجیب و غریب کشیده میشن و فکر میکنن دوست هایی دارن که بعدن میفهمن دوست های خطرناک، افراد خطرناکن و رفتارهای گرفتار ایجاد میکنن. از طرف دیگه این سلول های در حال رشد، سلول های تینیجرها که با سرعت دارن به جلوی پیشانی برسن که ما عقل داشته باشیم، منطق داشته باشیم، تمرکز حواس داشته باشیم، بتونیم مسائل رو حل و فصل کنیم، تصمیم گیری بکنیم، مسئولیت داشته باشیم، متاسفانه ساعت‌های طولانی جلوی این سکرین ها، استراب و دلهوره‌ای که از بازی کردن‌های ویدیو می‌گیرن، خشونت‌ها، خونریزی ها، چیزهای نابابی که بچه ها میبینن تمامش، و اینکه منتظر میشن چند نفر آیا لایکشون کردن یا اینی که تمام اعتماد به نفسشون به هم بریزه، بولی بشن، گرفتار بشن. واقعا شناخت صحیح از خود، اعتماد به نفس صحیح از خود، عشق به خود، احترام به خود و توانایی کنترل مسائل رو از همه این بچه ها و شاید بزرگترها گرفته و این الکترونیکس به خاطر ساعتهای شدید خواب و خوراک بچه های ما و بزرگترها رو گرفته و به جایی رسیدیم که این ساعتها برای درس خوندن باید باشه و امروز ما میدونیم که بچه هامون 11,000 ساعت تا های سکول درس میخونن و بیش از 16,000 ساعت روی الکترونیکس هستند. ما امروز میدونیم که تبدیل به یک ربات هایی داریم میشیم که یک کمی تشخیص انسان بودنمون
عاطفیمون، روابطمون به هم ریخته. امروز American Psychological Association برای من تحقیق جالبی رو فرستاده بود و امروز در کتاب‌های سایکولوژی ما داریم دیجیتال ادیکشن رو به عنوان یک هروئین ادیکشن و مشابه اون لیبل می‌کنیم و در کتاب‌ها علائمش رو می‌ذاریم که خشم، کلافگی، وسواس، افسردگی، مشکل خواب و خوراک، خشونت و مسائل دیگه است و در این حال اسمشو گذاشتن کانستنت چکرز، یعنی ما آدم ها 43% در امریکا کانستنت چکرز شدیم، به صورت مداوم و به صورت ایمپالسیف تمام مدت داریم این سفر رو نگاه میکنیم و با اولین صدایی که میاد کاندیشن شدیم که از خواب و خوراکمون و روابطمون بزنیم که ببینیم کی اومد رو خط، کی چی گفت و چه اتفاقی افتاد. من برای اینکه وقتمون محدوده فقط به شما میگم که نگرانی من از اینه که اگر یک زندگی پر از انشاب و متفاوت با رفتارها، سپورت، موزیک، با فامیل بودن، تفریح کردن، بیرون رفتن، ورزش کردن، غذای خوب خوردن، خواب خوب داشتن، اگه همه چیز با هم اتفاق نیفته، مغزه در حال رشد بچه های ما اون رشد واقعی رو از لحاظ پختگی به جلوی پیشانی انجام نمیده و ما امروز در مرکزمون دائم داریم نقشه برداری میکنیم از مغز بچه ها و بزرگسالایی که وسواس مختلف پیدا کردن، استراب دارن، دلهوره دارن و بعد قصد به خودکشی پیدا میکنن، ADD دارن و تمام مشکلات های اعتیادی رو در مغز بچه ها و بزرگسالان میتونیم اندازه بگیریم و این فعالیت و ساختمانسازیشو دوباره سازی بکنیم که باعث نشه که افراد بزرگ که میشن از لحاظ احساسی هایجک بشن، به مغز اول، به مغز رپتایل و جانوری برن و به صورت فایت، فلایت، فیر و فریز به دنیا نگاه بکنن. امروز این فضای مجازی و این اینترنت من بهش میگم یک دیجیتال پاسیفایر شده، یک پستونک دیجیتال شده که هر کی حوصله‌اش سر میره، هر کی برد میشه، هر کی تناس، هر کی کاری نداره، هر کی که نمیدونم واقعا چی بگم، هر کی که باید یه کاری انجام بده و برای اینکه جلوی استراب و نگرانی ها رو بگیرن میرن به این پستونک دیجیتال و رفته رفته اعتیاد شروع میشه. تلفن‌های دستی هم من بهتون بگم که تمام فکر ما رو رجیستر میکنن، میتونن تغییر بدن و میتونن بچه‌های ما رو حتی نحوه فکرشون و نحوه شخصیتشون رو به هم بریزن. ما توازنی لازم داریم بین آنلاین و آفلاین و من امروز به شما میگم که در دورانی زندگی میکنیم که اگه اینطوری پیش بره و پدر و مادرها کنترل روی این تبلت ها و این سکرین ها برای بچه ها نداشته باشن، بچه های ما بیمار خواهند بود و مغز اونها تجربه های متفاوت رو از حواس پنجگانه نمیگیره، در نتیجه سنسوری اکسپریانسز، تجربه های حواس پنجگانه در مغز لازمه و وقتی به هم بریزه ما به جای اینتلکت و به جای عقل با حالت حیوانی و با حالت تهاجم و با حالت جنگ و خشونت و بی‌حوصلگی و رفته رفته استراب و افسردگی دنیا رو مسیرش رو میگیریم. پیشنهادهای من به شما تونتون میخوام بگم، اول از همه اینی که اگر دوست دارین با من تماس بگیرین و اگر بچه شما یا خود شما دچار ادیکشن یا فکر میکنین خواب و خوراک و استراب و اینها رو به هم زدین، با مرکز ما 310-286-1480 تماس بگیرین تا ما
به شما برسیم و این بالانس رو روی سلول‌های مغز بازسازی بکنیم. مشکلاتی مثل خواب، خوراک، وزن، ایتینگ دیسوردر و غیره رو هم معالجه بکنیم. اولین پیشنهاد من به خانواده ها اینه که اگر مشکلی رو میبینین بلافاصله به ما رجوع بکنین و وای نسین که بچه شما، تینیجر شما یا فرد بزرگسال گرفتار این مشکلات جانبی این سکرین ها بشه. همه شما والدین باید زبان سکرین ها، اینترنت و تمام قواعد و قانونش رو و ویدیو گیم ها رو بدونین، بشناسین، با بچه هاتون بازی بکنین، باهاش بهشون نزدیک بشین تا بدونین که دارن چیکار میکنن و زبان جدید اینترنتی یک زبان حتمیه که به لیست یادگیری های ما والدین اضافه شده. ساعات وسایل الکترونیک و استفادهش شما تا 18 سالگی حق دارین که چون اینا رو براشون میخرین ساعاتش رو کنترل کنین و قانون داشته باشین بر اساس سنشون و بر اساس احتیاجاتشون با قانون جلو برن. قانون دوم و حق دومی که شما دارین اینه که شما حق دارین تا 18 سالگی سرپرست بچه ها باشین که به خطر نرسن و کار اشتباه نکنن. شما سوپروایزر بچه ها هستین و اگر میخوان از این وسایل استفاده کنن همه کد ها و تمام پسورد ها رو شما باید بدونین. اگر نمیدن ازشون بگیرین، اگر نمیتونین به من زنگ بزنین، من با کمال میل میام منزل شما و با خود اون بچه صحبت میکنیم و با یک مکالمه دو طرفه قانون جدید رو میذاریم. قانون سوم اینه که تیوی و وسایل الکترونیکس در اتاق خواب بچه وجود نباید داشته باشه. هر کلکی که بهتون میزنن میگن درس داریم این اون، این وسایل باید در اتاق دیگه‌ای باشه و همه ازشون گرفته بشه، برن به اتاقشون بخوابن که به خاطر عدم وجود این رادیشن ها و الکترومگنتیک فیلد بتونن خواب عمیق و خواب برن، در واقع برای اینکه جلوی خواب خوب رو این وسایل و این نور میگیره و ساعت زیاد استفاده ازش اکچولی خواب رو اثر میذاره. قانون بعدی که میخوام بگم، میخوام که هممون یک راه جدیدی رو بریم و اون اینه که بخوایم از سوشل میدیا که مثل پلیسی که در خیابانها داریم شروع بکنن و پلیس داشته باشه، یک محدوده اخلاقی داشته باشیم، یه اتیکال کدی روی این وسایل الکترونیکس و اینترنت وجود داشته باشه، به خاطر اینی که هر چقدر که ما بخوایم مواظب باشیم این اینترنت و این وضعی که به وجود اومده و این آنلاین پروداکت هایی که وجود داره و جاهایی که بچه ها میتونن برن بی نهایت خطرناکه، که من یک چارتی درست کردم که اینو هم روی فیسبوک با شما شیر میکنم، هم اگه دوست داشتین براتون میفرستم چون وقتشو ندارم. الان مهمترین چیزی که من به شما میخوام بگم اینه که شما یک کنترلی روی بچه ها دارین که اگر ندارین از مشاور خانواده‌ای مثل من استفاده بکنین و با خود صحبت از خوبی ها و بدی های اینترنت به بچه ها درس بدین و بچه ها رو ادوکیت کنین، آموزش بدین که خودشون با شما یه همکاری داشته باشن، وگرنه تماس زیاد با الکترونیکس و سوشل میدیا روی مغز در قسمت پلیجر که اثر میذاره، فعالیت جلوی پیشانی فرانتل کورتکس رو که مختل میکنه، تنها راهی که برای بچه ها و جوونا میمونه که فقط احساساتی بشن و بعد احساساتشون رو به صورت عجیبی نشون بدن. در این حال
این استفاده زیاد باعث تخریب مواد بیوشیمی و مواد پروتئینی و مواد هورمونی داخل خود نوروترانسمیترا میشه. به ما یه فرصتی بدین که برای همه شما یه نقشه برداری از مغز بکنیم خانوادگی و این بیوشیمی رو هم از لحاظ نوروترانسمیترها و هورمون‌ها و وضعی که بچه‌ها و بزرگ‌ها دارن اندازه بگیریم تا مطمئن بشیم که در کنار یک رابطه خوب با شما و یک کمی مکالمه بیشتر و یک تعادل نظری در رابطه با استفاده از این الکترونیکس یه قدرتی شما به خرج بدین که حال بچه ها و حال سلول های مغز رو به خطر نندازین. پیشبینی من اینه که اگر همه شما با هم همکاری بکنین، ما میتونیم جوری که فیسبوک، جوری که این تبلت ها و این انواع و اقسام این اپ ها دارن اثر منفی روی بچه ها و ما میذارن رو ازش جلوگیری بکنیم. ما علائم فیزیکی و مغزی اعتیاد رو امروز میبینیم و در مرکز مایند تراپی سنتر معالجه میکنیم. در نتیجه به من زنگ بزنین 310-286-1480، بیاین این فسیلیتی رو ببینین، دستگاه الفا استیم رو بخرین، برای اینی که کمک میکنه که این حالتی که این ریورد سیستم فقط از این اینترنت میگیره، ما از طریق خود هورمونای مغز با یک ماساژ و با یک هیت و با یک مایکروکارنت انرژی به مغز برسونیم. امروز ما تجهیزاتی داریم و وسائلی داریم که جلوی افسردگی، استراب، کریوینگ، اعتیاد، مشکل تمرکز حواس، مشکل خواب، مشکل وزن رو میگیره. امروز ما واقعا علم به جایی رسیده که ما اجازه نمیدیم که این اینترنت ما رو کنترل بکنه و ما کنترل میکنیم وضع همه عزیزانمون رو توی خونه. من دیگه از مثالهایی که تو مرکز میبینم از خطرات اینترنت و اتفاقاتی که برای بچه ها و بزرگ ها میفته، شاید یک بار برنامه رو فقط بذارم که این داستان ها رو برای شما بگم و شما بشنوید. داستان هایی که یک دکتر جراح بین جراحی هاش اعتیاد به فیلم های هندی یا ترکی داشت و وقتی که بین جراحی وقتی پیدا می کرد و تمام مدت فیلم های سیریال های ترکی رو میزل میامد، به جای اینی که با افراد خانواده باشه میرفت به اتاقش که بقیه این فیلم ها رو ببینه. داستان مادری که انقدر روی این تبلت ها و این فیلم ها بود که از صبح تا شب با پیژامه و بعد که بچه ها و خانواده میامدن یه غذای تونتون در یه گوشه سرو می شد و مادر می رفت توی تختش که این فیلم ها رو دنبال کنه و علتش هم بهانه‌ش هم این بود که خیلی خسته است و خیلی احساس افسردگی می کنه که وقتی ما نقشه برداری کردیم فهمیدیم که اثر مستقیم این اعتیاد به تبلت ها وجود داشته و بعد در کنارش بچه هایی رو می بینیم که پروداکت هایی رو اردر دادن که به نظر آمد که یک سید ماشرومه و به نظر آمد که یک سری پودر برای انرژی بخشیدن و متاسفانه وقتی که اینها رو روی لاین سفارش دادن، خود مادر باکس رو میگیره به بچهش میده و بچه متاسفانه به کما میره و چندین بچه فوت میشن به خاطر اینکه این اوردرهای آنلاین رو ما مواظبش نبودیم. من شما رو نمیخوام بترسونم، من شما رو میخوام آگاهی بدم و میخوام از شما خواهش بکنم که مواظب توازن استفاده آنلاین و آفلاین برای خودتون و بچه ها و داشتن مغز بیشتر باشید، بهتر باشید. تلفن تماس 310
286-1480. و با تشکر از زهره جان و تا برنامه بعد، روز و روزگار شما خوش و مواظب مغزتون باشید. مرسی زهره جان، I love you. دوستان عزیز فیسبوکی من، شهناز ابرار، نوشین رهبر، فرح گلباد عزیز من، ماوا فکوری، همه دوستان خیلی خوش آمدین به برنامه، استفاده میکنین از این برنامه و اگر سوالی دارین و یا اگر یک پیشنهادی دارین یا میتونین به من ایمیل کنین nanaspirni@yahoo.com یا تلفن بزنین 310-286-1480 یا روی فیسبوک با من تماس بگیرین. خیلی هم در روز روی این تبلت ها نرین و یک کمی پاشین را بیفتین، کارهای دیگه هم بکنین. به امید دیدارتون.